ملاقات خصوصی. بریم ببینیم چه خبره. ملاقات خصوصی یکی از پرحاشیه‌ترین فیلم‌های جشنواره فیلم فجر بود و سر اون ماجرای حذف سیمرغ مردمی کلی حاشیه رقم زد و کلی اتفاق افتاد و در نهایت هم فیلم اکران شد و فروش رابط با دخترش در ارتباطه. خیلی زود ما متوجه میشیم که این رابط عاشق دختر شد و اتفاقات بعدی. ملاقات خصوصی شبیه کلی از فیلم‌هایی که توی چند سال اخیر توی سینما ایران ساخته شده، فیلم‌هایی که اغلبشون شبیه فیلم ابد یک روز بودن و در واقع خیلی شبیه هم دیگه هستن. سر شکل این فیلم‌ها اغلب شبیه هم، معمولا یک خانواده رو داریم توی جنوبی ترین نقطه شهر که هیچ وقت معلوم نمیشه کجاست و کلی خونه هایی که دارن میریزن و کلی آدم که وسط دارن چاقو میکشن و حالا یه اتفاقاتی هم بین زندان و منزل در اتفاق میفته. این سبک و سیاقیه که آقای سعید روستایی به سینمای ما آورد. ابد یک روز فیلم خوبی بود، هیچ کس نمیتونه بگه ابد یک روز فیلم بدیه، ولی خب فیلم هایی که با الهام از اون فیلم ساخته شده بود اغلب فیلم های ضعیفی بودن، اغلب فیلم هایی بودن که درشون تقلید صورت گرفته بود، درشون خلاقیت وجود نداشت و ملاقات خصوصی هم میره در کنار همون فیلم ها قرار میگیره، اما به بدی اون فیلم ها نیست، ولی ایرادات خاص خودشو داره. یکی از مشکلات فیلم ملاقات خصوصی شخصیت پردازیه. مثلا شخصیتی که هوتن شکیبا بازی میکنه معلم زبان هست، چند جایی در فیلم به معلم زبان بودن این شخصیت اشاره میشه، حتی یک سکانس داریم که زندانی داخل کلاس نشستن و هوتن شکیبا داره به اینا آموزش زبان میده. خب زمانی که شما معلم زبان معرفی میکنید در یک فیلم، چند باری هم بهش اشاره میکنید، یعنی که در واقع یک شخصیتی دارید که میخواد یک پیام رو به تماشاگر بده، این که معلم زبان زمانی که صحبت میکنه یا زبانی که داره سعی میکنه یاد بده متفاوت با زبان دیگر زندانی هاست، یعنی زبان اونا رو متوجه میشه و در واقع حال و هوای دیگه ای داره. در واقع این جدا کردن شخصیت اصلی از دیگر زندانی ها به وسیله اینکه بگه خب طرف یک زبان بیگانه رو میشناسه و با اون داره سعی میکنه که با زندانی ها ارتباط برقرار کنه، لازمه اینه که خب در طول فیلم هم این رو پرورش بدیم، نه اینکه در یک سکانس بی ربط آموزش زبان در فیلم اینو به کار بگیریم. خب اون سکانس آموزش زبان رو از فیلم حذف کنیم چه اتفاقی میفته؟ اصلا کارکرد معلم زبان بودن هوتن شکیبا در فیلم چیه؟ هیچی، فقط چند بار تاکید روش صورت میگیره بدون اینکه برنامه‌ریزی برای بسته گسترش این اتفاق در نظر گرفته شده باشه. یا مشکل دیگه فیلم اینه که اون عشقی که میخواد بسازه و در واقع خیلی نزدیک بودن و عمیق بودنش رو نشون بده اصلا ساخته نمیشه. فیلم که شروع میشه ما با چند تا پیامک در واقع یک عشق بزرگ رو داریم تجربه میکنیم، عشقی که خیلی به سختی ساخته میشه تو این شرایط و فیلم اصلا سخت بودن این رو به ما نشون نمیده. اینکه خب رابطه پدر در واقع کسی که ارتباط برقرار میکنه با دختر از طریق زندان اینقدر راحت بتونه از پشت تلفن از داخل زندان با این خانومی که خودش هم میگه سرسخته، یک خانومیه که به شدت محکم ظاهرا لباس پسرانه میپوشه میرفته ورزشگاه و میگم باز این کلیدهایی که به ما میده کارگردان که میخواد بگه این خانوم قدرتمنده، این خانوم خیلی باهوشه و این خانوم خیلی قدرتمنده، با این سبک و سیاق از رد و بدل کردن پیامک و تماس تلفن از طریق زندان نمیتونه عشق بسازه و همون خشت اول رو اشتباه بنا میکنه. متاسفانه میانه فیلم هم از همین عشقی که توی بخش اول ترسیم شده ضربه خورده، عشقی که درست بنا نمیشه ساز و کارش و همین باعث میشه که اتفاقات بعدی غیر منطقی جلوه کنه و حتی فداکاری های پسر در ادامه هم یه مقدار عجیب و غریب جلوه کنه برای ما. به همه اینا با طولانی بودن فیلم هم اضافه کنیم، فیلم ابداً ظرفیت این که 2 ساعت مخاطبش رو سرگرم کنه نداره. بخش میانی فیلم تکرار و تکراره. در واقع بخش زیادی از فیلم به یک سری بگو مگوها در اون زندان گذشته، بخش دیگهش به یک سری دیالوگ‌های تکراری بین دو شخصیت اصلی داستان و هیچ گسترشی در داستان ما نمی‌بینیم، هیچ اضافه شدن شاخ و برگی در داستان نمی‌بینیم. حتی اون افرادی که در زندان هستن در حال انجام یک سری کار تکراری هستن و داستان به هیچ وجه پیشرفت نمی‌کنه. و پایان بندی فیلم هم بسیار بده، پایان بندی که کاملا در تضاد با آنچه است که ما در 2/3 ابتدای فیلم دیدیم، پایان بندی که واقعا شعار زده است، واقعا ضعیفه و در واقع در این پایان بندی ما می‌بینیم که اون مرد با اون همه اقدامات عجیب و غریبی که انجام داده، از قبل هم که چیزی کش رفته بود از خونه شاگردش، یک دفعه به تن آب می‌زنه، متحول میشه، میره تو همون الفساری که دختر می‌چرخید و یک دفعه متحول میشه و میاد همه چی رو گردن میگیره و تموم میشه. چرا این کار میکنه؟ خب این آدم چطور به این نتیجه رسیده؟ صرفا با
قدم زدن در یک الفزار ما میتونیم تحول رو در شخصیت پردازی شاهد باشیم یا در طول فیلم اتفاقی افتاده که ما ازش بیخبریم. اما باید به نکات مثبت فیلم هم اشاره کنم، اینکه فیلمبرداری خوبی داره، بعضی از نماهایی که گرفته واقعا خوبه، اولین ملاقات دختر و پسر در زندان یک فیلمبرداری بسیار هوشمندانه داره. یه جوری من یاد اون اولین ملاقات فیلم فیس آف انداخته که جان تراولتا و نیکولاس کیج با هم مواجه میشدن. نمیدونم چرا ولی من یادم فیلم انداخت، به نظرم جذاب بود اون نوع فیلمبرداری. و در مجموع باید گفت که فیلمبرداری فیلم ملاقات خصوصی شایسته است. در مورد بازیگری هم باید بگم که هوتن شکیب کارشو خیلی خوب انجام داده، پریناز ایزدیار هم که کلا مثل اینکه تو این فیلم ها میتونه کارشو خوب انجام بده، اینجا هم بازی قابل قبولی داره و به نظرم از لحاظ بازیگری فیلم ملاقات خصوصی فیلمیه که میشه بهش اعتنا کرد. فیلم دوتا بازیگر خیلی خوب داره، بازیگرای مکملش هم تونستن کار در بیارن و از لحاظ بازیگری به نظرم ملاقات خصوصی شایسته ستایشه. در نهایت باید بگم که ملاقات خصوصی همون شبه ابد و یک روزه که در داستان یه مقدار تفاوت داریم، جغرافیا همونه، جزئیات داستان تقریبا به همون شکل داره پیش میره، پیام‌های اجتماعی تقریبا مشابهه و یه جوری دارن سعی میکنن که یک نسخه جدید از فیلم سعید روستایی بسازن دیگه. ولی خب در نهایت کار باید بگم که متوسطه. اگر بخوایم یه مقدار سخت بگیم به فیلم باید بگیم که متوسط رو به پایینه، ولی نه، میشه فیلم رو دید، به نظرم میشه فیلم رو تحمل کرد. فیلمنامه ایراد داره، شخصیت پردازی ایراد داره، اون عاشقانه که فیلم ساز میخواسته خیلی اینجوری برجسته باشه ما باورش کنیم واقعا در نمیاد متاسفانه، و یک عاشقانه که در واقع شبیه اون عاشقانه که تو شبکه‌های اجتماعی ساخته میشه با یک دیالوگ، یک جمله، تک جمله، از اون فیلم هایی که پتانسیل داره که بعضی دیالوگاشو بکنن بندازن تو شبکه‌های اجتماعی، ولی نه، اینا نمیتونن یک واحد تشکیل بدن، نمیتونن زندگی تشکیل بدن. شاید کاربرد تک جمله‌ای داشته باشه، شاید بشه گفت که میتونیم بعضی دیالوگ‌ها رو بگیم که عاشق قشنگ گفت، ولی نه، توی فیلمنامه کارکرد خوبی نداره و عاشقانه نمی‌سازه دیگه. ولی به هر حال به نظرم در نهایت میشه گفت که فیلم قابل دیدنه. خیلی ممنون که ویدیو رو تماشا کردید. لطفاً اگه این ویدیو رو دوست داشتید دکمه لایک رو بزنید، دکمه سابسکرایب هم حتما بزنید و امیدوارم فیلم‌هایی ببینید که اینقدر شما رو یاد ابد و یک روز نندازه. دم شما گرم و خدافظ.